سلام، به یه ویدیو دیگه از جعبه دانستنی خوش اومدید. همین الان ما رو دنبال کنین چون قراره توی هفته جاری شانس بزرگی بهمون رو کنه. گودزیلا یه موجود خیلی بزرگه که اندازه یه ساختمون خیلی بلنده و تصور میشه جثه بزرگتر از یه نهنگ داشته باشه که میتونه هم روی خشکی و هم توی دریا زندگی کنه. این موجود غول‌پیکر دوپا تقریبا نابود نشدنیه و قدرت‌های ویژه‌ای داره و به نظر میاد بعد از دوران انقراض کرتاسه به اعماق دریا عقب نشینی کردن. وجود این موجود عظیم الجثه سالها مورد بحث بوده. حالا قراره توی این ویدیو مواردی که دوربین در زندگی واقعی گودزیلا رو ضبط کرده بهتون نشون بدیم. شماره 6. گودزیلا گیتور در فلوریدا. برای ساکنین فلوریدا روبرو شدن با تمساح‌های بزرگ و غول‌پیکر طبیعیه، اما در سال 2017 فیلمی از یک تمساح با اندازه دایناسور توی اینترنت منتشر شد. اندازه خیره کننده این موجود رسانه‌ها رو حیرت زده کرد و البته می‌بینید که چقدر بزرگه. طول این تمساح تا 15 فوته و وزنش به 800 پوند میرسه. ویدیوی این تمساح که بین پوشش گیاهی خیلی عادی در حال قدم زدنه در اطراف مرکز اکتشافات طبیعی فلوریدا درست کنار یه دریاچه ضبط شد. شماره 5. گودزیلای کوچولو در جزایر گالپاگوس سال 2016. توی ویدیویی که از سال 2016 در حال دست به دست شدنه، یه ایگوانای دریایی که منشأ گودزیلا بوده مورد بحث قرار گرفت. این موجود بزرگ 8 فوتی به عنوان گودزیلای کوچولو شناخته شده چون تنها مارمولک آبیه و شباهت بسیاری با هیولاهای معروف و قدیمی داره. استیو ویکور همون کسی بود که حین غواصی در جزایر گالپاگوس این لحظه رو با دوربین ثبت و دانشمندان زیادی رو شگفت زده کرد. حرکات ترسناک و اندازه باور نکردنی این موجود باعث شد تو همه فکر کنن این موجود تنها ایگوانای زنده روی زمینه. این موجود روی خشکی زندگی میکنه اما برای پیدا کردن غذاهایی مثل جلبک وارد دریاها میشه. اگرچه این جانور میتونه تا عمق 9 متری آب شنا کنه و بازوهاش رو کنار بدنش نگه داره، با این حال دائما به سطح آب میاد تا نفس تازه کنه. شماره 4. گودزیلای مشاهده شده در نیویورک. در سال 2014 یکی از روزها مردم مشغول کشتی سواری بودن که اتفاق غیرقابل تصوری رخ میده. اونا یه گودزیلا دیدن. این هیولای 35 فوتی توسط یکی از هواپیماهای ارتش که اون طرف پرواز میکرد ثبت شد. ما نمیدونیم این فیلم تا چه حد صحت داره اما شباهت زیادی با تصاویر منتشر شده از گودزیلا داره که قبلن شناخته شده. مقامات شهر نیویورک در پاسخ به اخبار در مورد احتمال حمله این گودزیلا اعلام کردند که از سیستم دفاعی کاملی برخوردارند. اونا گفتن در صورت حمله گودزیلا منطقه را به طور کامل تخلیه می‌کنند. درسته که اون خیلی بزرگه اما قرار نیست به کل شهر برسه. شماره 3. گودزیلا بر سر گالوستون. 21 آگوست 2018 یه روز عادی تبدیل به یه کابوس در منطقه گالوستون در تگزاس شد. با وجود اینکه هوا ابری بود و اتمسفر به راحتی قابل مشاهده نبود، سایه هایی از گودزیلا توی رعد و برق و بوران نمایان میشه و فضای مجازی رو پر میکنه. تصاویری که توسط یه کانال تاریخی ثبت شده بودن در تاریخ 28 آگوست به وسیله یه هلیکوپتر ضبط میشه. چیزایی که به وضوح قابل مشاهده بودن ظاهر یه گودزیلای بزرگ و رازآلود بود، با اینکه درست مشخص نیست این موجود چطور هیولاییه. شماره 2. جامائیکا 15 سپتامبر 2019. این فیلم یک دقیقه این نشون میده که گودزیلا داره به داخل آب میخزه تا برای خودش غذا پیدا کنه. سازگاری بین خشکی و آب به بالاترین حد خودش رسیده. این هیولا موقع بیرون اومدن از آب غرش بلندی میکنه و ظاهر ترسناک این هیولای دریایی رو میشه به وضوح دید. شماره 1. گودزیلا در جزیره استاتن. توی این ویدیو که شب هنگام ضبط شده، موجودی ترسناک و تهدیدآمیز به چشم می‌خوره. بعد از چند لحظه صدای خسخس کردنش به گوش میرسه و درخششی از دم تا سرش ظاهر میشه. توی کسری از ثانیه هم انفعالات شیمیایی به وجود میاد و شعله آبی رنگی ایجاد میشه که پرتوهای انرژی رو به داخل آب میفرسته. اگرچه معلوم نیست این واکنش به یه حمله بوده یا یه پاسخ چالشی،
با این حال شعله وسیعی از آتش مسیرش رو می‌سوزونه. با وجود اینکه منتقدان تصور می‌کنند که این فیلم واقعی نیست و فتوشاپه، با این حال این ویدیو تمام ویژگی‌هایی که افسانه‌ها به گودزیلاها نسبت دادن رو داره. اگه از این کلیپ خوشتون اومد، حتما ما رو دنبال کنید تا از حقایق باورنکردنی بعدی با خبر بشید. ممنون که همراه ما بودید.